سلام، چهار مرد آهنین و یک رقابت هیجان انگیز. طاعت و عباداتتون قبول، با ما همراه باشید. اولین شرکت کننده از اولین مرحله رقابت های امشب، احمد رضا مسنابادی، بریم باش آشنا شیم. به نام خدا، احمد رضا مسنابادی هستم، 30 ساله، از استان مرکزی شهرستان. و خیلی خیلی تعصب شهرم رو میکشم، عاشق شهرم، عراقم، یعنی خیلی شهرم رو دوست دارم. همیشه تو همه مسابقه هم این بوده که پرچم شهرم رو بالا ببرم. عاشق مردم عزیز شهر عراق هستم، مردم پر افتخار شهر عراق. شغلم یعنی پدرم، حدوداً 30 ساله که میوه فروشه. من از بچگی کمک پدرم میوه فروشی کردم. تقریباً الان یه 2 سالیه که با زحمتایی کشیدم تونستم باشگاه بزنم. از 6 سالگی ورزش میکنم. 6 سال کشتیگیر بودم. الانم یه 5 سالی هست که به ورزش‌های قدرتی اومدم. دوره قبل که مسابقات مردان آهنین روی آنتن بود، تقریباً سال 97 بود، 14 سالم بود و 60 کیلو وزنم. خدا رو شکر که الان مسابقات وارد آنتن شده و برگشته به آنتن، من شدم 135 کیلو. خیلی زحمت کشیدم تا به آرزوم برسم، وارد مسابقات مردان آهنین بشم. الان حدوداً 200 نفر آدم هستن که دوست دارن دعوت شن به این مسابقه. خدا رو شکر تونستم امروز وارد مسابقات مردان آهنین بشم و به مسابقات مردان آهنین راه پیدا کنم. یه خانواده 6 نفره هستیم. یه خواهر دارم، 2 برادر دارم، یه پدر زحمتکش دارم که با جون و دل میپرستمش، مادر عزیزم. خدا رو شکر میکنم که شرمنده زحمات پدر و مادرم نشدم و امروز وارد مسابقات مردان آهنین شدم. من مادرم روزی چند وعده برام غذا درست میکنه که بتونم این ورزش رو ادامه بدم. ورزش ما واقعا پرهزینه است. و پدرم که من از 60 کیلو به 140 کیلو رسونده، پدر من میوه فروشه، از ساعت 4 صبح سر پا کار میکنه، زحمت میکشه تا ساعت 11 شب. واسه من خیلی زحمت کشیده و من همه هدفم این بوده که جوونیمو اگه وارد ورزش کردم واقعا به یه جایی برسم که بتونم یه گوشه از زحماتش رو جبران کنم، هیچ موقع بهش خیانت نکنم، همیشه سرش بالا باشه و به من افتخار کنه. من همه مسابقه‌هام، هر جا که قهرمان شدم، بزرگترین افتخارم این بوده که پدرم از دستم راضی بوده و هر کاری که میکنم فقط به عشق پدرمه. پدرم دین و دنیام. خیلی دوستش دارم، خیلی برام زحمت کشید. خدا رو شکر کردم. خدا رو شکر که به من افتخار میکنه همیشه جلوی رفیقاش، جلوی دوستاش، محل کارش سرش بالاه. هر چیزی که دارم از پدرمه. پدرمو خیلی دوست دارم. فقط آقا خدا رو شکر، خدا رو شکر فقط برای پدرم. انشالله که همیشه سایهش بالا سرم باشه. همیشه میگه که پسرم فکر تجربه باش، تا الان اول راهی. خیلی هیچ قهرمان نیست که الان بار اول، سال اول به قهرمانی رسیده باشه. هرچند من در رد سنی جوانان اولین باری که وارد جوانان شدم قهرمان شدم. من 5 بار قهرمان جوانان ایران شدم، ولی الان اومدم تو بزرگسالان. خیلی افتخار بزرگیه، ولی اومدم که تجربه کسب کنم. اما امیدوارم که اول و مهمتر از همه چیز واسه پدرم مادرم اینه که من آسیب نبینم. اما همه تلاشمو میکنم، من میجنگم، من جنگیم، میجنگم واسه اینکه
پدرم بهم افتخار کنه دست حداقل تا اون جایی که میشه سربلند از این مسابقات برگردم و دستش رو بوسم. انشالله من تازه پا گذاشتم رو پله اول ورزشم. آرزوم هدفم اینه که یه روز قوی ترین مرد جهان بشم و پرچم کشور عزیزم رو همه جا بالا ببرم. ببینیم مصنوعاتی چی کار میکنم. باریکلا خوبه. 220 راحت رفتی سراغ 240 برو ماشالله. ها فکر کنم 260 بزن. چیزی نمونده ماشاءالله. اینم از 240 زمانت رو داری از دست میدی. سریعتر احمد رضا بجم. هسته زمان نداری. خب 260 از خط رد کرد که رکوردی برای خودش ثبت کنه. تمام ماشاءالله. خیلی خوب دیدیم کار ورزشکار عزیزمون رو وزنه 240 کیلو یه مقدار توانش کم شد و انرژیشو از دست داد، ولی 260 کیلو رو از خط اول رد کرد. رکوردشو اندازه‌گیری می‌کنند داورا و ما میریم سراغ شرکت کننده دوم حمید سیستانی. بنده حمید سیستانی پور هستم، اهل استان کرمان، شهرستان برسیل و حدود 21 ساله دارم این ورزش رو ادامه میدم، وزنه میزنم. قول قوه الهی امسال موفق شدم توی مسابقات تلویزیون انتخاب بشم و انشاءالله بتونم این مقام خوبی کسب کنم. دل همشهریام رو شاد کنم. بنده متعال هستم، داره 4 تا فرزند دارم، یه پسر و 3 تا دختر و بیشترین فشار توی زندگی رو خانومم بوده. واقعا سختی کشیده، واقعا منو تحمل کرده. من هیچ وقت نتونستم ازش شکر کنم، ولی الان تو روی دوربین واقعا میگم دمت گرم. از بچگی هم بگم که ما یه دامداری داشتیم، گاو داشتیم. یعنی خاطر علاقه من بین گاوداری بابا دیگه دید میخوام علاقه دارم. خب شروع کردیم، یه دامداری کوچک داشتیم، شروع کردیم. صرف داستی کاراشو من انجام میدادم تا روزی رسید که من دانشگاه قبول شدم. دیگه من اومدم سمت دانشگاه، بابا دیگه گفتی من در توانم نیست. دیگه اومدن دانشگاه ما همون رو جمع شدن گاوداری همون رو واقعا دمشو گرم. اونم و از مانی بانچرانی نداشتم، ولی همین خوشحال میشدم، تشویق هم میکردم، اونم واقعا از شو تشکر میکنم. برادرم، خواهرام، دیگه بالاخره خانواده آدم خوش داده. همون شهرستان برسیر یه روز بچه ها گفتم بچه بیان یه افطاری بدیم. من خودم اومدم یه بسته ها درست کردم، یه دونه خودکار به عنوان تبلیغ گذاشتم تو نخود کشمشا.
یه شربتی هم درست کردم همودم باشه با دوتا برادرم کنم حدود 500 تا بسته شده بودم پخش کردیم واقعا بهم حال داد این قضیه خدا کنه روزی برسه یه تا همین سیستمی نباشه بعد از کرمون از ارتاق کرمون توی این رشته بیان خوششو بیاد خب بیان توی مسابقه شرکت کنیم حمید سیستانی پور آماده شده برای رقابت بریم ببینیم که چه میکنه با صدای سوت رقابت خودش رو شروع خواهد کرد حمید ماشاءالله 220 راحت داره میبره بسیار عالی خرطو لمس کرد میره سراغ 240 کیلو 12 ثانیه دال از وقتش رفته 240 هم داره راحت میبره 19 ثانیه حمید ماشاءالله 25 ثانیه از زمانت طی شده حمید برو سراغ 260 ببینم چه کار میکنی 30 ثانیه حمید یه خورده به مشکل خورد روی 260 ولی فکر میکنم که رکورد خوبی رو بزنه 40 ثانیه حمید وقت نداری 5 برو ماشاءالله 55 ثانیه 57 ثانیه حمید 60 ثانیه و تمام میریم سراغ شرکت کننده بعدی مجید یعقوبی مجید یعقوبی هستم از استان مرکزی شهر عراق متأهل دارای یک فرزند دختر خیلی هم قشنگ و دوست داشتنی به اسم دلوین عاشقشم سی و سه سالمه تحصیلاتم لیسانس مدیریت صنعتی شغلم هم مربیگری باشگاه بدنسازی یعنی باشگاه دارم خودم تو شهر عراق کارم اصلی هم مربیگریه ما از قدیم چون بابام سرپرست هیئت بوده هیئتمون شبای ماه رمضان معمولا شب سوم یا چهارم هر شب هیئتمون دعوت بود انعام رو تلاوت میکردن هر شب ما هم بچه بودیم از بچگی هم عاشق هیئت و عاشق ماه رمضان بودیم چون خیلی شباش بهمون کیف میداد میرفتیم نفری 10 تا آیه قرآن میخوندیم خیلی لذت بخش بود یعنی پدرم باعث شد که ما وارد هیئت بشیم و قرآن خوندن رو یاد بگیریم من تو خانواده پر جمعیت به دنیا آمدم 5 تا خواهر دارم 2 داداش دیگه دارم که با خودم میشیم 8 تا بچه و با پدر مادرم میشیم 10 نفر حالا شبای ماه رمضان که گفتید ما خیلی خونمون با صفا بود یعنی صبح که برای سحری پا میشدیم یه خانواده پر جمعیت سر سفره میشینست اصلا خونمون خیلی باحال بود دوست داشتنی بود سحراش یعنی یه روز اگه من سحری خواب میموندم ساعت مثلا 7 و 8 صبح بلند میشدم من سحری بیدار نشدم با هر که گریه هم میگیره اصلا قرقر میگم سر مادرم میشه منو بیدار نکرد حتی به زور هم خانواده خودم هم خانواده خانومم خیلی این برداشت میشناسن حتی پیگیری میکنن الان من 2 سال تونستم فینالیست بشم خانوم هر وقت که برمیگردم خانوم که پرقدرت در سال خاصی مسابقه حتما بیشتر تلاش کن بیشتر تمرین کن خیلی زحمت کشیده برام چون یه ورزش مردان آهنی یه ورزش که شما باید تغذیه خوب باشه روز 6 بعد 7 بعد میتونی غذای خوب با کیفیت بخوری سالم بخوری خانومم خداییش از هیچ وقت نه قرض زده بهم نه چیزی هم گفته همیشه شاید دوتر از من خواب بلند شده از خواب بلند شده و برام غذا درست کرده خیلی زحمتام کشیده مشوق اصلی هم خانومم و
برادر بزرگترم. من اصلا مادر خانومم خیلی علاقه داره که من تو این رشته موفق بشم. یعنی مثلا که مثلا بیام مسابقه از زیر قرآن من رد کرد گفت انشالله که بریم مقام خوب دست پر برگردی. همچنین پدر مادر خودم تشکر میکنم که خیلی کمکم کردن. مثلا پدرم که همه جوره پشتم بوده خودش. یعنی هر وقت من مشکلی داشتم جایی مشکل خوردم سریع اومده من حمایت کرده. حتی یه سری آیتا میومد بالا سر ما تشویق اونم میکرد. باعث دلگرمی من بود. تختی مسابقه هم اولین سختش هم دلتنگی دخترمه. یعنی الان اومدم مسابقه خدا شاهد اولاد دلتنگ دخترمه. یعنی سختی مسابقه الان فقط دخترمه، دوری دخترمه، دختر خانوادم. مجید یعقوبی آماده شده از عراق. ببینیم که با سوت داور کارش رو شروع میکنه و چه میکنه. ماشاءالله مجید 220 کیلو رو راحت رد میکنه. برو چیزی نمونده. مجید یعقوبی بچه عراکه. به من گفته که بگم روستای هزاوه تهیج میشه، انرژی میگه. آقا مجید روستای هزاوه چه خبر؟ 25 ثانیه 240 یه خورده به مشکل خورده مجید. مجید بجام کار سختی رو انتخاب کرد برای وزنه 240 کیلو. سریع‌تر پنجاه ثانیه مجید. ماشاءالله برو رد کن اون رکوردو. زمین خورد متاسفانه، زمان از دست داد و تمام. باریکلا از خط اول گذرون 260 کیلو رو و باید متر بزنن داورای عزیز. ببینیم چه رکوردی رو ثبت کرده. شرکت کننده بعدیمون فرامرز رحمانی. به نام خدا، فرامرز رحمانی هستم از شهر تاکستان استان قزوین. یه گویش خاصی داریم به نام تاتی. دوست دارم تا به زبان تاتی عیدو تبریک بگم. عید همه سیادینی جون و تات زبونم تبریک مازونه. انشالله که هر لکه دیگرنده دلخوش گردنده، یونساق گردنده، برشون دوازه هست. من تازه امسال دخترم متولد شده، تقریبا نزدیک به 4 ماهشه. رستا خانوم از یه خانواده کشاورز من به دنیا اومدم. شغل پدرم کشاورزی بوده، بیشتر با برادر بزرگترم بزرگ شدم چون پدرم سنشون بیشتر بودش. و هر جای این خاطره هم که همیشه تو ذهنم هست، هر جا میرفتیم بهش میگفتن که پسرته، میگفت که نه برادر کوچیکترم. الان شغلمون موردی نیمچه گوشتی تو همون شهر خودمون به این کار مشغولیم برادرها. و اینکه خدا رو شکر یه درآمد نسبتا خوبی داریم. وقتی که 14-15 سالم بود، خب ما تو باغ انگور کار میکردیم، واقعا انگور پدرم. اون موقع تو ماه رمضان افتاده بود داخل برداشت محصول و ما کارگر داشتیم برای برداشت محصول. من یادم چند روزی رو من خودم روزه بودم، با دهن روزه به اونا غذا میدادم، نهار میدادم و دوباره بلند میشدم باهاشون کار میکردم تا زمان افطار.
بهترین خبری که شنیدم چند وقت پیش بود، البته چند وقت یه ذره بیشتر، که خانومم خبر بارداریشو بهم داد. خیلی خبر عالی بود، خیلی شوکه شدم اولش و خیلی خاطر خوبی بود برام. مادر من خیلی به من میگه که این رشته رو ول کن، میگه فقط به خاطر سلامتی خودت میگه، ولی خب چون مادر دیگه به هر حال هر رشته شما بری شطرنج هم بازی کنی مادر دلواپسه، میگه مثلا اتفاقی برای بچه‌م نیفته، یه موقع پاش سر نخوره، یه موقع نیفته زمین. ولی خب تمام مسابقاتی که من رفتم توی این 12-13 سالی که سابقه ورزشی دارم توی این رشته، همیشه دعای اون پشت سر من بوده، یعنی همیشه منو دعا کرده، ما هم بی‌نصیب نبودیم از دعاش. و آخرین شرکت کننده این مرحله، فرامرز رحمانی، ببینیم چه میکنید. 220 راحت رد کرد، بسیار عالی، رفت سراغ 240 کیلو. ماشاءالله فرامرز، 240 هم راحت میبره تا انتها بدون زمین گذاشتن. چیزی نمونده، 30 ثانیه فرامرز، ماشاءالله. به جون فرامرز، 40 ثانیه، 260 نمون شد، 50 ثانیه، ببینم میتونی ردش کنی یا نه. 55 فقط خواست رکورد بزنی. داورای عزیزمون رکورد فرامرز رحمانی رو حساب میکنن، اعلام نتایج میشه و بریم ببینیم که تو مراحل بعد این گروه جذاب چه خواهند کرد. با ما همراه باشین. مرحله جذاب و خاطر انگیز کنده فلزی، ورزشکارای عزیزمون 60 ثانیه فرصت دارن بهترین رکورد خودشون رو ثبت کنن برای بالا بردن کنده فلزی 140 کیلوگرمی. کار اصلا ساده ای نیست و دو تن از پیشکسوتا و قهرمان های این رشته در کنارمون هستن، آقایون ظرفچی و نوروزی برای داوری این بخش از مسابقه مردان آهنین. آقایون آماده این؟ آماده. حالتون خوبه؟ خدا رو شکر. مرحله قبل چطور بود؟ مرحله قبلی هم خیلی خوب بود. مثلا آیتم قشنگیه. شما چطوری نوای سیستمی؟ من روی آیتم کم مشکل دارم، کتفم آسیب دیده، ولی به عشق مردم شهرم برسی و کرمان میزنم. آماده این دوستان؟ شروع. ماشاءالله. قبول. یک. تلاش خودشونو میکنن. قبول. دو. کار سختیه، واقعا کار سختیه، مخصوصا که اگه آدم یه مقدار آسیب دیگه هم داشته باشه. سه. من داره بدنم دم میکنه جای این دوستان. مجید. هزار ماشاءالله. قبول. تمام تلاشش رو داره میکنه حمید. قبول. پنج. ماشاءالله حمید میتونی. من دارم خودم کنترل میکنم که زیاد حرف نزنم، شما تمرکزتون روی حرکات ورزشکارا باشه. حمید ماشاءالله. قبول.
هفت درکت آسیب دیدگی کار دسته حمید داد توی این مرحله، ولی مجید همچنان داره قبول رکورد خودش رو هش حرکت ارتقا میبخشه. ماشاءالله تمام، بسیار عالی. جناب زفشی، آقای سیستانی پور چند تا حرکت درست انجام دادن؟ آقای سیستانی موفق شدن یک حرکت صحیح رو انجام. جناب نوروزی بفهمید، آقای یعقوبی چند حرکت صحیح؟ آقای یعقوبی ماشاءالله رکورد فوق‌العاده‌ای زدن، 8 حرکت صحیح. 8 حرکت، بسیار عالی، به افتخارشون. با ما همراه باشید همچنان. اگه میخواین خاص باشه یادتون نره حتما باید TMG باشه، شرکت تجارت ماندگار قراچولو، سازنده آسانسور و پله برقی های خاص. مرحله جذاب کنده فلزی 140 کیلوگرمی و دو ورزشکار دیگه از این گروه که آمادن برای اینکه شما رو به وجد بیارن، آقایون زرفچی و نوروزی هم داوری میکنن تعداد صحیح حرکات ورزشکارهای عزیزمون. آقایون آماده این؟ بله. شما چطوری؟ توکل به خدا ایشالله که بتونیم بدون آسیبی ناکرم پشت سر بذاریم. آمادم. مرحله قبل چطور بودی؟ راضی؟ نه خودم عملکر. راضی نبودم ولی خب خدا اومدی جبران کنی؟ اومدم جبران. امید خدا. شما چطور بودی مرحله قبل؟ خدا شکر فعلا که بدون آسیب گذروندیم، انشالله این مرحله هم بدون آسیب میگذرونه. به امید خدا. عزیزان آماده این برای شروع این مرحله جذاب؟ بله بله. شروع میکنی. ماشاءالله هر دو اومدن یک رکورد جذاب برای خودشون ثبت کنن. خیلی نزدیک هم دارن حرکت میکنن، در واقع موازی هم دیگه دارن پیش میرن. ماشاءالله قبول قبول. بازم همزمان سه حرکت صحیح. ماشاءالله قبول. بازم با هم دیگه چهار. خیلی رقابت هیجان انگیز و حساسی شده. ماشاءالله زمان داریم از دست میدیم. قبول پنج. قبول پنج. بازم برابرن. زمان داریم و تمام. آقای زفتی چند حرکت صحیح زد؟ آقای مصنوع بودی؟ موفق شدم 5 حرکت صحیح رو انجام. 5 حرکت صحیح و آقای نوروزی بفرمایید شما. آقای رحمانی هم 5 حرکت صحیح. 5 هر دو عزیز 5 حرکت صحیح، به افتخارشون. همچنان با ما همراه باشید. بذار یه سوال مرد رو بزنم. چند کیلو میزنی؟ چی رو؟ وزنه رو. کدوم وزنه رو؟ یه اصطلاح ما همه ورزشگاه هم میپرسم. چند کیلو میزنی؟ جدی میفرمایی؟ آقا من سال 97 عمو فرامرز رو دیگاه کردم اومدم تو این ورزش. الان واقعا برای من افتخاره که نشستم اینجا بعد یه دوره پخش شدن مسابقات مردان آهنین. من اون موقع 70 کیلو بودم، الان بعد 5 سال اومدم نشستم کنارش. اون موقع شبا میتونستم به عشق عزیزانی مثل عمو فرامرز، مثل پسرمون قوی ترین مرد ایران موسن مصنوعی، مثل خیلی از عزیزان، مثل علی نوکانی، مثل خیلی از بزرگای این ورزش اومدم نشستم کنارشون، دارم با این جسارت باهاشون حرف میزنم، برای من خیلی افتخاره. خدا رو شکر میکنم با همشهری ما تو این مسابقه 30 تا شرکت کننده که یک ششمش عراقیان، الان 5 تا عراقی نشستیم اینجا. خدا رو شکر ان شاء الله عمو فرامرز ببخشید، ان شاء الله ما دو تا عراقی بریم بالا ان شاء الله. آرزو برای جمعان ها نیب نیست. با انگیزه. البته شوخی نه، اینا همه شوخیه.
آره در طی مسابقه ما خیلی با هم کمک میکنیم، اینجوری نیست که همش برای هم دیگه کری بخوریم. این فقط بحث خنده برای بیننده است، وگرنه ما تو مسابقه خیلی با هم کمک هم میکنیم برای کمربند بستن یا شوک دادن به هم دیگه، برای تشویق هم دیگه. حتی خیلی مثلا کسی یه موقع اگر خدای نکرده آسیبی چیزی ببینه همه دلشون میگیره که اون اتفاق چرا برام مثلا افتاد. ما درسته داریم شوخی میکنیم، ولی خب هیکلای بزرگی داریم ولی قلبای کوچیکی داریم، خیلی شکننده هم هستن. به خاطر همین هوای همدیگه رو خیلی باید داشته باشیم. ما الان یه خانواده 30 نفره ایم، مثل بقیه ورزشا نیستیم. الان همگی پشت صحنه نگاه کنید، همه با هم میگیم، میخندیم، همه با هم رفیقیم. اصلا به تنها چیزی که راجبش حرف نمیزنیم تو دور همیامون مسابقه است. آخرین چیزی که برامون مهمه مسابقه است. میایم اینجا 10 روز 15 روز هر چند روز که مسابقه داریم دور هم کیف میکنیم، کلی میگیم، میخندیم، لذت میبریم. الان ماشاءالله یه اسطوره مثل فرامرز رحمانی اینجا، من افتخار دارم باهاش همگروهم. اینقدر بزرگمرده که میذاره من باهاش اینجوری شوخی کنم، ولی بقیه ورزشا فکر نکنم اینجوری باشه. میگم که من 5 سال پیش نگاه میکردم به همچین فرامرزی که اومدم توی مسابقه الان اومدم. مثلا من یه سوالو پرسم، فرامرز بهترین آیتمت چیه؟ به نظر من خب بچه‌ها میدونن دیگه، فکر کنم چمدون بهترین آیتم من. شما چی آقا؟ کنده آیتم سرجونی. شما؟ من همه چی خوبه. من خودت همه چی خوبه. تو خودت. من هم اسم از 50 قوی دارم. این جنگ باش. پروژه های فاخر شما نیازمند آسانسور و پله برقی فاخرن. TMG راه حل شماست. رسیدیم به مرحله سگانه قدرت، مرحله که ورزشکارهای عزیزمون باید در ابتدا چرخ عرابه 100 کیلوگرمی رو 10 متر حمل کنن و در جایگاه خودش قرار بدن. بعد از اون میرن سراغ کیسه شن 120 کیلوگرمی، اون رو هم 10 متر باید حمل کنن، از خط زرد عبورش بدن و پاشون حتما باید خط زرد رو لمس کنه. کیسه شن رو هم اجازه پرت کردن ندارن، باید بذارنش زمین. بعد از اون میرن سراغ گوی سنگی 140 کیلوگرمی، 5 متر حملش میکنن و در جایگاه خودش قرار میدن. اگر کیسه شن در مرحله قبل‌تر پرتاب بشه، 4 ثانیه به زمان ورزشکار اضافه خواهد شد. مرحله قبل چطور بود؟ والا تمرین نداشتیم خیلی، ولی خب بهانه چی؟ جان بهانه؟ بهانه نیست، نه. من همتون هزار ماشاءالله قدرتمند و آماده. بله، من اولین تجربه استرس. استرس، بله. با بزرگای این رشته دارم رقابت می‌کنم. خیلی سخته. این بله. خیلی سخته. شما چطور بودی؟ آیتم خوبی بود. خوب بود. آره، ولی تمرین نداشتیم آقا جان. آیتم ولی خوب تدارش خوب. بسیار عالی. جوان‌ترین ورزشکار، درسته؟ بله. به نظرت این مرحله چه می‌کنی؟ ان‌شاءالله که هر چی که خدا بخواد. ان‌شاءالله مهم‌ترین جبران؟ بله، جبران که 100% ان‌شاءالله، ولی مهم‌ترین چیز تو ورزش ما اینه که ان‌شاءالله هیچ کس آسیب نمینه. بدترین اتفاق تو این ورزش اینه که کسی آسیب ببینه. ان‌شاءالله همه ورزشکارا بدون آسیب آیتم بزنیم. شما نظرت چیه راجبه؟ ان‌شاءالله آیتم خوب بزنیم که بتونیم از این گروه بریم بالا. این آیتم قشنگی هم هست، خیلی سگانه قشنگی در اومد. ولی ان‌شاءالله که همه بچه‌ها بتونن آیتم تموم بکنن و رکورد خوبی هم زده بشه و جذابیت مسابقه بره بالاتر. بسیار عالی. میریم سراغ مرحله سگانه قدرت این دو عزیز ورزشکارمون. به افتخار خودتون لطفاً. رقابتشون کلید کردن راحت، چرخ عرابه رو گذاشتم و کیسه شنی 120 کیلوگرمی هم خیلی راحت رفتن سراغ گوی 140 کیلوگرمی سنگی. یه مقدار سخته اینم. تمام. هر دو عزیز با فاصله زمانی کمی مرحله رو به پایان رسوندن. داده یه رقابت
خیلی نزدیک و هیجان انگیز بودین. بریم ببینیم مرحله بعد چه اتفاقاتی میفته. مرحله سگانه قدرت با دو ورزشکار خوش اخلاق و درجه یکمون. احوالتون چطور آقایون؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. شما چطورین؟ منم خوبم خدا رو شکر. بسیار عالی. مرحله قبل چطور بودی آقا؟ خوب بودم. ایشالا مرحله بعدی بهتر میشی. ایشالا. به امید خدا. شما چطور بودین؟ مرحله قبل خدا رو شکر بدون آسیب دیدگی تمام کردیم. انشالله اگه خدا یاری کنه این مرحله هم بدون آسیب دیدگی تمام کنیم. فقط جا داره من اینجا تشکر کنم. خواهش میکنم بفهم. تشکر میکنم از تمام پاکبانان عزیز کل ایران که تو هوای سرد و گرم ساعت 3 صبح 4 صبح بلند میشن برای شهرمون تمیزی و آراستگی رو ایجاد میکنن. فقط یه خواهش دارم از تمام مردم شهر کل کشور که این آشغالی که هستش داخل پلاستیک چیزی میبینن بنازن داخل سطل زباله رو زمین نریزن، حتی تو ماشین، حتی چیزای کوچیک. ممنون از لطف. درود بر شما. این تشویق داره به افتخار همه پاکبان‌های زحمتکش کشورمون. دم شما گرم. خیلی نکته جذابی بود. آماده ایم؟ بله آماده ایم. شما؟ بله. بدون استرس. بدون استرس. با قدرت میریم سراغ مرحله سگانه قدرت این دو ورزشکار درجه یکمون. به افتخارشون. ماشاءالله شروع کردن. چرخ عربه رو راحت تا انتها بردن. سیستم. ها ماشاءالله ماشاءالله. اومدن سراغ گوی سنگی سنگین. ماشاءالله. تمام. رقابت خیلی نزدیکی بود. بسیار عالی. خسته نباشید. نتایج رو میبینیم میریم سراغ مرحله بعد. خب رسیدیم به آخرین رقابت این گروه. گروهی که امتیازاشون بسیار به هم نزدیک و تک تکشون شانس دارن برای صعود به مرحله نیمه نهایی. آقای حمید سیستانی پور با 5 امتیاز، احمد رضا مسنابادی با 6.5 امتیاز، آقای مجید یعقوبی 8 امتیاز و فرامرز رحمانی 10.5 امتیاز. آقایون احوالتون چطوره؟ عمل کردتون رو چطور دیدین؟ حالا آیتم قبلی ما خراب کردیم، شده این جبران کنیم. تمرین داشتی؟ یا آیتم نه. سورت مرو؟ تمرین نداشتم، ولی ماشین کشی خوب بوده. اینشالا اینجا هم عمل کرده خوبی داشته باشی. اگه میشه میکروفون رو بده به شما. نظرت چیه؟ خسته نباشید. درود بر شما. نظرم والا از عمل کرده خودم راضی نبودم، البته تمرین اصلا نداشتم، ولی خب خدا رو شکر ایشالا تو این آیتم تا اینجا آسیب ندیدم. خدا رو شکر تو این آیتم بتونم جبران کنم و اگه خدا بخواد از مرحلم صعود کنم. هرچی خدا بخواد. جناب رحمانی شما نظرت چیه؟ بیشتر امتیاز رو فعلا داری ولی خیلی جایگاهت امن نیست. بله آخرین آیتمه و خیلی سرنوشت‌سازه. میدیم که رکورد خوب بزنی بیننده کیف کنه. به امید خدا. اگه میشه میکروفونو به عزیز بدین. جناب یعقوبی خدا رو شکر آسیب ندیدیم این مسابقه رو و امتیازم خوب جمع کردم، لذتم بردم مسابقه. ایشالله این آیتم زیاد تمرین کردم یه نتیجه خوب ازش بگیرم، رکورد خوب ثبت کنیم. آره ایشالله. به امید خدا. بریم ببینیم که ورزشکارامون در این مرحله چه عمل کردی خواهند داشت. به افتخارشون. خب شروع میکنه حمید سیستانی پور فشار میاره. خیلی
راحت میرسونه به انتها. حالا باید سوکمه رو بکشه. فشار وزنی 400 کیلوگرم رو می‌بینیم که به راحتی داره به سمت خودش می‌کشه. حمید سیستانی پور ماشاءالله. ماشاءالله بسیار عالی و تمام. عالی بود حمید، عالی بود. ببینید که داورای محترم چه زمانی رو برای ثبت کردن. با ما همراه باشید. آخرین شرکت کننده این گروه مجید یعقوبی با سرعت خوب شروع کرد. چهارصد کیلو فشار وزنی و باید بکشه به سمت خودش در حال حاضر. ببینیم چه میکنه. خیلی رقابت حساسه. ماشاءالله ماشاءالله مجید. آره سختیه و خیلی حساسه عمل کرده. چیزی نمونده مجید. ماشاءالله ببینید چه زمانی براش ثبت شده. با ما همراه باشیم به افتخار مجید یعقوبی. ماشاءالله احمد رضا مسنابادی کار خودش شروع کرد. سرعت خوبه، بسیار عالی. میخواد رکورد خوبی رو از خودش به جا بذاره. ماشاءالله احمد رضا تلاش زیادی داره میکنه، فشار بسیار زیادی داره تحمل میکنه. احمد رضا مسنابادی چیزی نمونده. ماشاءالله به پایان رسوند. ببینیم که داورای عزیز چه انتظاری برای ثبت خواهند کرد. با ما همراه باشیم. افتخار احمد رضا مسنابادی. فرامرز رحمانی کار خودش رو شروع میکنه کارش رو و ببینیم چه میکنه. خیلی گروه هیجان انگیزی این گروه رقابتشون. ماشاءالله فرامرز کار سختی. 400 کیلوگرم فشار داره میاره این وزنه و فرامرز چه فشاری رو داره تحمل میکنه. میخواد یه رکورد خوب ثبت کنه که تمام. کارش رو به پایان رسوند. ببینیم که چه زمانی براش ثبت شده. با ما همراه باشین به افتخار فرامرز رحمانی. تل برقی شریان یک مرکز تجاری است. مراکز تجاریتون رو با TMG تجهیز کنید. شاهد رقابت نزدیک و بسیار حساس این گروه بودیم. با دو نفر از این عزیزان باید متاسفانه خداحافظی کنیم. از جناب آقای بابک قزوانی سردار محترم مسابقه مردان آهنی خواهش میکنم که توضیحات و امتیازات عزیزان رو اعلام کنم. بفرمایید جناب سردار. خدمت شما و بینندگان عزیز، شاهد رقابت بسیار خوب و نزدیک بین قهرمانا بودیم و عزیزان واقعا رقابت خوبی داشتن و در آیتم آخرم با نتیجه که حاصل شد این اتفاق رقم خورد که آقای احمدرضا مسنابادی به عنوان نفر
دوم از این گروه به مرحله بعد بره. نفر اولم آقای فرامرز رحمانی و دو عزیزمون آقای مجید یعقوبی و آقای حمید سیستانی پور نتونستن، با اینکه کیفیت بسیار عالی داشتن، صدم ثانیا نتیجه مسابقه رو عوض کرد و به اجبار بعد از این دو عزیز خداحافظی کنیم. حالا نتیجه مرحله حل کشیدن سوسمه و بول دادن سوسمه رو من اعلام میکنم که بینندگانم در جریان این نتیجه رو بگیرم. خواهش میکنم بفرمید. در این قسمت آقای مجید یعقوبی تایم با تایم 35 و 53 نفر چهارم شدن. نفر سوم آقای فرامرز رحمانی با 32.87. نفر سوم آقای حمید سیستانی پور با 32.72 و نفر اول آقای احمد رضا مسنوادی با 31.35 تونستن که بهترین رکورد رو به دست بیارن و با چهار امتیازی که در این مرحله به دست آوردن راهی مرحله نیمه‌فینال شدن. خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. گپ و گفت بزنیم با عزیزان. آقای یعقوبی خسته نباشین، خدا قوت میگم به هر دو عزیز، تلاشتون واقعا ستودنی بود. اگر که صحبتی دارین در پایان بفرمایید. نه ممنون از عوامل اجرایی، مسابقه با کیفیتی هم بود. تشکر از استاد اوباک غزانی با داوری خوبشون. خدا رو شکر آسیب ندیدیم، مسابقه خوبی بود. خسته نباشید. بهت میگم عزیزمون جناب سیستانی پور، تشکر دارم از برگزار کننده مسابقه. ان شاءالله هر چی بالاستری به پادمون میشه. ان شاءالله سال آینده پرتر بیام، مشکلام رو کنده جبران کنم که چی بگم. واقعا شرمنده مردم شهرم شدم. دوست داشتم مراحل بالاتر برم که دیگه قسمت نبود. یا اختیار داری دشمن شرمنده. این اخلاق پهلوانیته که داری این گونه صحبت میکنی. همه شاهد زحمت و تلاش شما عزیزان بودن و مطمئنن راه درازی در پیش خواهی داشت و در آینده ما حرفای بیشتری از شما خواهیم شنید. خیلی ممنون از همگی. متشکرم. درود بر شما. چه کردی شما آقای مسنوادی؟ اجازه است من توضیح بدم. توضیح چی؟ راجع به مسابقه از اول. خواهش میکنم بفرمایید. آیتم اول که نیامپا بود، من آخر شدم. اومدم ته جدول. ولی امیدم از دست ندادم. آقا مجیدم اینه داداش من، جفتمون بچه عراقیم، تحصیل شهرمون رو می‌کشیم به عشق شهرمون عراق. دو امتیاز عقب بودم و فقط و فقط باید اول میشدم تا بتونم از مرحله صعود کنم. تو آیتمی که ازش میترسیدم، تا حالا تمرین نداشتم، اصلا امکاناتشو نداشتم که تمرین کنم. اصلا فکر نمیکردم، میترسیدم ازش به خاطر آسیب بازوم. فکر میکردم آخر بشم، ولی به خاطر قولی که به پدرم دادم، فقط و فقط و فقط به عشق پدرم آیتمو زدم و خدا رو شکر اول شدم تو این آیتم و گروم به مرحله بعدی. ما انشاءالله به این غیرت و تعصب تبریک میگم. فوق‌العاده بودی و آقا فرامرز خدا رو شکر این مرحله تموم شد. آیتم آخر من یه لحظه احساس کردم رسیده به آخر، چون دور کامل نزدم دو سه ثانیه ما رو خراب کرد، ولی بازم خدا رو شکر از این مرحله صعود کردیم به مرحله بعدی. انشاءالله تو مرحله بعدی پرقدرت‌تر آیتم ما رو به سرانجام می‌رسونیم. جا داره تشکر کنم از استاد بابک غزبانی و انشاءالله که تو مرحله بعدی پرقدرت‌تر انشاءالله. به امید خدا. خسته نباشید میگم به همه ورزشکارای عزیزمون، جناب آقای غزبانی گرامی، و مجدد به شما بینندگان عزیز ایام مبارک ماه رمضان و نوروز باستانی ایرانی رو تبریک میگم. همچنان با ما باشید و خیلی زود با مراحل بالاتر هیجان رو به خونه های شما عزیزان خواهیم آورد. خدا یارو نگهدار.